تاج اي ان اس تي تانس تاون مشده و رمز اوبرتون را هم قسم کس دقیقا امو شکل باید وارد کنید. تی اولش کلان است ای جی داش آی ان اس تی رمز عبور اونجا 654 654 بود. وارد به سیستم میشیم، اولین بار وقتی که وارد میشیم با این شکل میاد که رمز عبورتان باید تغییر بدین. رمز عبور قسمی که در اینجا خودش گفته باید حداقل 8 حرف باشه و این 8 حرف در برگیرنده یک حرف کلان، یک حرف خرد، یک عدد و یک سمبول باشه. حروفی که استفاده میشه باید حروف لاتین باشه. ما آلی رمز عبور سابق داشتم او را مندازم. تاج آی ان اس تی 654 654. رمز جدیدی ما یک چیزی آسان تر میمونم، ما همیشه رمز افغان ات یک دو سه را استفاده میکنم. افغان ات یک دو سه و ذخیره میکنیم و با قدم بعدی میریم. در اینجا میگا پاسوردتان تعیین شد، باید کانتینیو رو فشار بدیم و کورس هایی که مضامینی که شما درس میتین در اینجا لیست میشه براتون. انتور یک طور است، یک نمای کل برنامه است که با شما تشریح میکنه کدام قسمت چی است. شما نکس کرده ای دیده میتونید که کدام قسمت چی است، ولیکن ما آل کلوز میخوام شما ببینید یک بار. مضامین قسم گفتن در اینجا لیست میشه براتون کدام مضامین را درس میدهید شما. در اول زبانی که با اشراحت سن انتخاب میکنین که با کدامش پیش برین. ما با انگلیسی راحت تر است، ما میشه کار میکنم، ولی امروز میخوایم با فارسی کار کنم تا همه گی دیده بتانه. زبان فارسی به این شکل همه چیز به فارسی تبدیل میشه. مضمونی که میخواین ویرایش کنین، یک مواد بگذارین یا هر چیزی که بکنین، همون مضمون انتخاب میکنین. از ما یک مضمون است، از شما چندین مضمون میباشه. بالاش کلیک میکنین، مثل لذیذ که شما یک بکتون رو باز میکنید یا از بالای میز یک مضمون انتخاب میکنید، تغییرات آوردن شروع میکنید و یا کورس پالیسی نشته میکنید یا فصل اول دومش یک مطالعه کرده بیرون نویس میکنید یا پاورپوینت های برش آماده میکنید. اما شکل اینجا هم اما مضمون رو انتخاب میکنید، با کلیک کردن انتخاب میشه مضمون. برای بار اول وقتی که باز میشه به این شکل موضوع 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 است. به انگلیسی اگر باشه تاپیک 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 میباشه. اینجا شما با ویرایش میکنین و موضوع اول موضوع دوم اینا رو مثل از که فصل اول فصل دوم فصل سوم میسازین یا مبحث اول مبحث دوم مبحث سوم یا هر رقم که راحت هستین. این درس ها میتونه که هفته وار باشه، که هفته اول هفته دوم هفته سوم تا 16 شوه، ولیکن وزارت با پیش فرض مثل این مونده که موضوع موضوع باید پیش برین، فصل اول فصل دوم فصل سوم. حالا میخوایم که موضوع اول را ویرایش کنم، یعنی بعضی موادها را در این اضافه بکنم. باید چی کنیم؟ باید این را قابل تغییر بسازیم. بخاطر که قابل تغییر شوه در گوشه بالاتر، اگر زبان سیستمتان فارسی باشه طرف چپ و یا اگر انگلیسی باشه طرف راست میباشه، کلیک میکنین و شروع ویرایش را اگر انگلیسی باشه Enable Editing Mode را انتخاب میکنیم. بعد از انتخاب کردن در پهلوی مضامین و یا چهار طرفش دکمه های ویرایش و پنسل این چیزا ظاهر میشه. ما حالا با استفاده از یک قلمی که ظاهر شده نام این موضوع تغییر میتونم، نامش هم میمونم فصل اول. حالا شما میتونید مبحث اول بونین یا هرچی که روزمره درس میدونید با امو کلمه راحت هستین. بعد از اینکه تمام میشه باید اوکی بکنین، در دیگه جای کلیک نکنین، اوکی بکنین یا هم در کمپیوتر اگر هستین انتر را فشار بدین. نام موضوع تغییر میکنه و حالا میخواییم که در این فصل اول بعض مطالب اضافه کنیم یا اگر میخواییم دوباره یک مبحث داشته باشیم، مقدمه داشته باشیم، ویرایش را کلیک در اینجا مبحث ما رو میمونه. اگر مقدمه در باره از این فصل کدام چیزی میگین، خب حالا هرچی بوده میتونم. من کیبورد فشار دادم ذخیره و بعد از او در این فصل اول میخوایم که بعضی مواد اضافه کنیم، بعضی سوالات امتحان رو اضافه کنیم یا
یگان درس آنلاین رو تقسیم خود بندی بکنیم که آنلاین با معلمین درس رو بتانیم. بالای اضافه کردن یک فعالیت یا منابع کلیک می خواهد. اگر این نیستی باشه این دکمه به نام Add Activity or Resource می باشه. کلیک می کنیم. به خاطر که اولین بار است که ما یک مواد اضافه می کنیم. در اولین بار حتما موادی می باشه که اضافه می کنیم و معلمین از او استفاده کنند و آمادگی بگیرند. یعنی به درس آماده شوند. همگیش که PDF باشه، Word باشه، PowerPoint باشه، صدا باشه، ویدیو باشه از همین پوشه که دنگه است یا هم به انگلیسیش فایل است اضافه میشه. کلیک میکنیم و اضافه کردن رو انتخاب میکنیم. اینجا نام فایل چی است اول انتخاب میکنیم. نام فایل است سلاید اول. ما سلاید اول میمونیم. شما هر چیزی مانده میتونیم. در بالای از یک بحث داریم که چی است. ما بازم کیبورد و عمود فشار میتونیم یک چیزی نشته میکنم و خود فایل باید اضافه بکنیم که در کجا است. حالا ما فایل در موبایل فکر نکنم داشته باشم که بتونم اپلود کنم. بازم میبینم چی فایلی دارم. ارسال یک فایل باید از کامپیوترتون یا از موبایلتون اضافه کنیم. انتخاب برویتون باز میشه اما بخش فایل های کامپیوترتون یا فایل های موبایلتون. ما پالیدر اسم ما این رو باز میکنم. تاج اکانومیکس فاکولتی. شما پی دی اف و این نورم باز کردن میتونین. پی دی اف، وورد، پاورپوینت همه ایش از اینجا انتخاب میشه. قرار دادن فایل بر روی سایت به این شکل ظاهر میشه و دیگه چیزش ضرور نیست. تقرار بریم ذخیره و بازگشت و درس را انتخاب میخوایم. یک اکسل اینجا ظاهر باید شوه. به این شکل ظاهر شده. در بین فایل یک فایل اکسل ظاهر شده. ما حالا این کار را از طریق کمپیوترم میکنم. از کمپیوترم تفاوت زیادی نداره به خاطر اینکه راهش کمی متفاوت است. خواستم که از کمپیوترم بکنم این کار را انجام بدم. اضافه کردن یک من ما این وقت نخوندیم. اضافه کردن یک فعالیت یا منابع بالای پوشه یا فایلی که هست میریم. اضافه کردن به خاطر از این یک نام میمونیم. نامش باشه سلاید دو. در باره شخص چیزی مبحثی دارین اضافه میخواین اختیاری هست. اگر میخواین اضافه کنین اگر نه اجمال چیزی مشتا نمیکنم. و در اینجا کلیک کرده باید انتخاب بکنیم. مگر این بار ما میخواییم که کم متفاوت تر کار کنیم. فقط همین فایل انتخاب کرده در اینجا رها کنیم. فایل به شکل اتومات اپلود میشه. نظر به سرعت اینترنت تان است که سرعت اینترنت چقدر است. اپلود میشه و این فایل هم از 256 ام بی نباید بالاتر باشه. اگر ویدیو همه این چیزهایی که هست که حجمشان بالاتر می باشه. فایل اپلود شد به این شکل ظاهر میشه و تغییرات دیگه نمیاریم. ذخیره و بازگشت به دست را انتخاب میکنیم. سلاید دوم در اینجا ظاهر شده. کلیک میکنیم و به این شکل است. ما اصل ایره کلیک کرده دانلود کرده میتونه. حالا یک منبع دیگه باید اضافه بکنیم. میایم پس در فصل اول اضافه کردن یک فعالیت یا منبع کلیک کرده. این بار ما درس های ما را گذاشتیم. حالا وقتی است که درس ها را تشریح کنیم برشان. نظر به تقسیم اوقات چی وقت در تقسیم اوقات درس داریم باید یک درس آنلاین تنظیم کنیم که با معلمین آنلاین درس داده بتانیم. و درس های آنلاین از همین دکمه میشه. Big Blue Button ای را بخاطر ازی گذاشتم که مثل زوم یا گوگل میت یا سکایپ کانفرنس کالز اما قسم به شکل رایگان نامحدود کانفرنس های آنلاین داشته باشیم که معلمین بتانند که از راه دور درس بخوانند. فقط کلیک میکنیم و اضافه کردن را انتخاب میکنیم. نام یک نام میمونیم برش. ساعت درسی هفته
اول آل شما هر چی مونده میتونین، فاصله هم فرق نمیکنه، مهم نیست که چیزی نام میگذارین، مقصد محصلین باید ایره دیده و فهمیده بتونه که چی است. وقتش تعیین میکنین که از چی وقت شروع میشه و از تا چی وقت دوام میداشته باشه. اگر میخواین که همیشه باز باشه که چیزی منطقی نمی باشه، بخاطر که معسل اگر وارد شوه و ایج درس نباشه، باز قسم ما رو میشه که مدیریت ضعیف داریم، فقط فعال سازی میگیم. از کدام تاریخ شروع شوه فرض میکنیم که فردا است ساعت 9 بجه، تاریخ انتخاب میکنیم، تاریخ امروز 11 است، ما 12 میگیریم، می 3 2023 ساعت 9، این ساعت 24 ساعته است. شما باید نظر به انتخاب کنید، اگر شما 5 6 بجه درس دارین باید اب 12 بگیرین یکشه، حالی که 9 بجه گفتیم، 9 بجه صبح هست، از خاطر میمانیم 9 بجه فکس درس میگیم آغاز شوه. انتخاب میکنیم تا چی وقت ادامه داشته باشد، تا ساعت 10 بجه، یا هم تا ساعت 10 بجه میمانیم، یا تا هر وقت که شما میخواین، تا هم وقت مانده میتونیم دای فکس باشه. ای فردا به اون وقت شروع میشه. ما ولی اگر یه به 10 بجه فردا بانم کار امتحانی عملی کرده نمیتونیم، از خاطر ما این عبدش غیر فعال میکنم، یه همیشه باز باشه که ما بتونم من حیث یک معسل در این درس شامل شوم. ذخیره و بازگشت به درس را انتخاب میکنم. درس ما تعیین شد که فردا ساعت 10 بجه قرار است درس داشته باشیم. آله ساعت تعیین شده و معسلین میتونن در اون وقت معینه نظر به تقسیم اوقاتشون همه ایشان دارن در اپلیکیشن تاج، نظر به او وارد به درس که شما قرار گذاشتید میشوند. ساعت 10 بجه فردا شده، بالا ازی کلک میکنید جوین سیشن، دکمه انگلیسی از سیشن امو سنف درسی را میگن که یک سنف مسلسل دوام میداشته باشه. جوین سیشن را کلک میکنید، این بک بلو بتن از خود مودل نیست، از خود از سیستم نیست، اضافه کردن یک پلاگین است که انداختن و این به یک وبسایت جدید میره. در اونجا باید انتخاب کنیم که ما میخواهیم که تنها بشنویم یا گپ هم بزنیم. وقتی که ما استاد هستیم و گپ میزنیم، مایکروفون را باید باز کنیم. یک بار این اجازه میخواهد که باید مایکروفون تون استفاده کرده بتونه، اجازه میتنیش و حال کش میکنه که وصل شوه و صدا را امتحان کنه که میره و میایه. دو اشاره لایک، اشاره لایک مثلا دو بار You are currently the only person in this conference. با انگلیسی میگه که تنها کسی هستیم که در این کنفرانس روم قرار داریم. او بخاطر است که ما من حیث استاد وارشتیم. حال استاد میتونه که دستش را تشریح کردنش شروع کنه. بخاطر تشریح کردن دست، یک صفحه خالی باز مانده که این صفحه است و یک صفحه خالی باز مانده، محسنین وقتی وارد میشن امیره میتونم سوالاتشان را در اینجا پرسان کردن میتونم محسنین، یا هم از ما کشان روشن میکنن و از شما به شکل زنده سوال میکنن. شما اختیارات زیاد دارین، میتونید که تشریح کردن پاورپوینت در کمپیوتر خودتان یا در موبایلتان باشه، یا هم سلاید در همینجا اپلود کرده تشریح کنین، یا هم سلاید نیست یک صفحه دیگه هست میخواین که تشریح کنین، هر چیزی که بخواین. اول ما یک سلاید در این اضافه میکنم تشریح کردنش نشان میتونم باز در کمتر و باز یک صفحه دیگر نشان میتونم که چخصم میتونیم که او صفحه دیگر نشان بدیم. به خاطر اضافه کردن سلاید بالای علامه که مثبت است، یعنی اضافه کنیم، یک چیزی را کلیک میکنیم و اپلود پریزنتیشن انتخاب میکنیم. این پریزنتیشن در کمتر ما است و باید انتخابش کنیم و اضافه کنیم دینجا. اگر کمتر ندارین از طریق بومول استفاده میکنیم خدمات، باید این چیز را استفاده بکنید که خوبش سلاید شو را نشان میده. در خود ازی در دانلودز ما یک سلاید داشتم، همین سلاید را میگم که اضافه شوه. بعد از انتخاب کردن اپلود را فشار میتیم، کم وقت میدین نظر به صورت انترنت این سلاید در خود سرور قرار میگیره و از طریق سرور تشریح کردنش شروع میکنیم. ما ویدیو کمی تیر میکنم، وقت زیاد میگیره. ویدیو اپلود شد، آن ای را به
شکل خودش میخواست کانورت کرد و در سرور به ما قرار داد. آل استاد میتونه با آسانی سلاید بعدی رو انتخاب کنه و تشریح کردنش ادامه بده. سلاید بعدی محسنین این چیز را میبینن. آل به خاطر از اینکه محسن ببینه ما یک اون امتحان میکنم که همه ما یک جایی ببینیم. ما ایران یک محسنی که در صنف شامل کرده بودم او آماره ایستم یعنی دیگه براوسر است. به این محسن تستینگ سبجکت آمده مضمون امتحانی که داشتیم ساعت درسی اول هم ظاهر شده. پیشتر ما بعضی فایل ها را اضافه خواهیم اونا هم است. حال ساعت درسی را وقت کلک میکنه و این شکل میه که اینی درس در ساعت 9:35 دقیقه شروع شده، یعنی 5 دقیقه اشتیر شده. جوین سیشن محصل هم این قسم که استاد وارد شد وارد میشه با کم تغییرات که اونا تنها سپیکرش روشن میمونه که بشنوند، مایکشان رو روشن نمیکنند. انتخاب میکنن وصل شده رئیس که میخواه ببینه مسئله خود رو میشنو وصل شده رئیس که میخواه بشنو که درست هست یعنی آله صدار محصل شنیده رئیس. ما ایره یک گوشه میمانم و ای سلایدی که تشریح میکردیم رو یک گوشه دیگه میمانم. سلاید بعدی رو میمونم. ببینید دنج سلاید تغییر کرده رئیس. سلاید بعدی اینجا باز اون سلاید تغییر میکنه. ای استاد هست که زحمت این محصول هست که شمیده رئیس. امی قسم که استاد میمونه موی فرم که مزایمان میکنه. امی قسم صدا با محصولی نمیم. You are currently the only person in this conference. با خاطر که سر صدا زیاد میشه رو بسته کردم محصول به همین شکل میشنوه. آلی سلاید است که آنلاین تشریح میکردیم و دیگه بخش است که ما میتونیم که از یک صفحه دیگه تشریح کنیم. با خاطر از اینکه صفحه دیگر از خود کمپیوتر ما باشتر کنیم شیر سکرین شیر یا سکرین کلیک میکنیم. این اجازه میخواید از ما که کدام صفحه را باید با اشتراک کنیم. صفحه که ما میخواییم با اشتراک کنیم یکی از اینا بوده میتونه. ما پاورپوینت را باز نکردیم تا هنوز فرق نمیکنه. سکرین یک شما صفحه خود کمپیوترتون رو گرفته میتونید، این صفحه کمپیوترتون میباشه، یا هم کدام براوسر اگر باز است او را انتخاب کرده تشریح کرده میتونید از روش. خلاصه در اینجا لیست چیزایی که در روی صفحه تان است میاد، یا هم اگر از اونا کدام چیزش انتخاب نمید سکرین میگن سکرین بسته کل صفحه رو میگیره، چیزی که در این صفحه گذاشته میشه و نمایش گذاشته میشه. ما آله یک ویندوی که در روی صفحه دیگه باز است او رو انتخاب میکنم. کلیک کردم ویدیو آموزشی بود که با محصولین مانده بودم اما اجازه میتم. حال چیزی که با نمایش مانده میشه صفحه دیگری است که در کمتر ما باز است. از ما دو صفحه استفاده خیلی رویستم. ما همی صفحه رو در اینجا میارم که همه دیده بتانه. این صفحه است. ما در این صفحه هر چیزی که تشریح میکنم محصولین رو میبینه. ما یک ویدیو رو موندیم ایره پلی میکنم. تن نمیتونم دو بار مایک را روشن کنم بخاطر اینکه در یک براوسر ما من حیث استاد لوگین هستم و این درس تشریح کرده. هر آن چیزی که در همین صفحه انجام میشه ما اصلا میبینه. ما میخواییم که یک صفحه جدید باز کنم به این شکل. هر چیزی که هست میخواییم که HLMS را باز کنم در اینجا. هر کاری که میکنم با محسنین با شکل زنده نمایش داده میشه. آمد به این شکل. درس های عملی اما قرار است که زنده نشر میشه و محسنین میبینن و سوالات رو دارن پرسان میکنن. استادا کنم چیزی که میخواین بگوین همه چیزی گفته میتونن. وقتی گپ خلاص میشه فقط بالای این دکمه کلک میکنین و این میتینگ میگن. صفحه بسته میشه. درس امروز ختم شد. یعنی این بود بخش ای که شما چه قسم آنلاین درس رو میتونید و بخش دیگه ایش ای قدر کار رو کردیم باید نتیجهش ببینیم. نتیجهش قسم معلوم میشه که سوال رو استاد مطرح میکنه اما اصلا این باید سوال رو جواب بده. حالی میتونه سوال فاینال باشه، سوال 20% باشه، یا سوال فعالیت سنفی باشه، یا سوال آخر فصل باشه و سیستم وزارت نظر به اونمو تصمیم میده که محصل این درس چقدر موفقانه سپری کرده و اونمو
می باشه که فیصدی مضمون بالا رفته میره. اگر کدام سوال در اینجا نمانیم، محصل میتونه که اتومات کلش یک تکمار 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 بزنه و 100% در درس تیر شوه و سیستم فکر کنه که ای کامیاب شده. و اگر سوالات نداشته باشه، سیستم هم او مضمون اعتبار نمیده، بخاطر از اینکه ما تنها نشر کردیم. مثل از اینکه در تلویزیون یک برنامه نشر شد، اینکه کی میبینه کی نمیبینه کس خبر نداره. وقتی امتحان میگیریم، اونمو نشراتی که دیده، اونمو درس هایی که دیده، یعنی نتیجهش میگیریم که درس خونده نخونده. و نظر به او باید سوالات را جواب بده و پیش برون. حالا یک اضافه میکنیم، یک فعالیت جدید یا منبع جدید، و این بار آزمون را انتخاب میکنیم. با انگلیسیش کویز است، اضافه کردن را انتخاب میکنیم. نام سوال چیست؟ سوال فعالیت صنفی، یا سوال فصل اول، یا سوال 20%، یا ما سوال گفته رسیم، یعنی امتحان 20% یا امتحان فاینال، امتحان فعالیت صنفی. در بالایش پارچه هر چیزی که میخواین بگوین میتونین بگوین، یا هم اختیاری است نگوین. و این زمان بندی داره، زمان بندی رو ما باید تشریح کنم، به خاطر که چیزی است که از دنیای واقعی کم متفاوت تر است. متفاوت نیست، عین چیز است. ما یک امتحان تعیین میکنیم، ساعت 9 بجه باشه، از 9 بجه تا 10 بجه دوام داشته باشه. اونم قسم یک چیزی باید تعیین کنیم، از چی وقت فعال شوه تا چی وقت دوام داشته باشه. از فردا 12 فردا شروع شوه تا پس فردا ختم شوه، و از ساعت 9 بجه امتحان گرفته شوه تا ساعت 10 بجه، یک ساعت این سوالا باز باشه. و این وقت که ما انتخاب میکنیم، یه همون وقتی است که محسنین برشان سوال ظاهر میشه. وقتی که بیرون این وقت باشه، یعنی پیش از این وقت یا بعد از این وقت باشه، این سوال ها محسنین دیده نمیتونه. شما حال مانده میتونین، همون وقت شتاین شد، اونم وقت برشان سوال ها نشان داده میشه و میان محسنین امتحانشان رو میتونن و پس خلاص میشن. و محدود زمانی از این پارچه را به خاطر از اینکه نقل کرده نتونه محسنین، باید وقت شد تعیین کنین. اگرم شما 10 سوال دارین، هر سوال در 2 دقیقه حل کرده میشه، باید این فعال سازی رو کلیک کنین و این 20 دقیقه وقت شبانین. هر سوال در 2 دقیقه حل شوه، یعنی 10 سوال میشه. اگر سوالاتون کم از 2 سوال 3 سوال است، تو میفهمید که این وقت کمتر حل میشه، باید وقت کمتر انتخاب کنین. این ربط با این ساعت نداره. محصل میتونه که در امی ساعت 9 بجه تا 10 بجه هر وقت بیاید تا 9:58 دقیقه بیاید شامل امتحان شوه و 20 دقیقه برش وقت داده میشه، یعنی تا 10:19 دقیقه دوام می داشته باشه که سوالاش حل میکنن و پارچه رو میتن. وقتی که کارشان تمام میشه، چی عمل کنه باید سیستم او رو انتخاب میکنیم. اگر شما استاد بسیار قدگیر هستین، میتونید که ایره بوین که این انتخاب کنن و در 20 دقیقه اگر حل نکرد پارچش صفر حساب کنم سیستم. یا هم اگر کم دل رم دارین، میگین که 20 دقیقه خلاص شد پارچه را بگیره ات چی جواب داده بود امو قبول شوه. یا هم اگر زیادتر دل رم دارین، با محصل میتونید شما وقت اضافی هم بتین. محصل وقت که خلاص شد، وقت پارچه حل کردنش میخواید که از شما میخواید که یک چند ثانیه وقت زیاد بگیری یا چند دقیقه وقت زیاد تقاضا کنه، شما به شکل خودکار اون وقت برش بدین، مثلا 5 دقیقه اضافی. اینا تنها مثال میگم، شما هر چیزی که میتونین. بهترین گزینش همی است که اینو انتخاب کنین و وقت که سوال حل شد محصل اتومات بگیرشه، از دست محصل پارچه رو بگیره و اونم قرار کار کنه، اونم خود انتخاب بکنه. و اما قدر دیگر کنم چیزی خاصی نداره، ذخیره میکنیمش. سوالات ذخیره میشه. حالا این سوالات پارچه از اول ساخته شده، باید دبای نزی سنفی رو ما فیش موندیم. خیر است، به خاطر که سوال در این اضافه کرده بروشیم، انتخاب میکنیم خودشه، بسه پارچه باز میکنیم. و تا هنوز ایچ چیزی دیگه نیست، ویرایش محتوای آزمون انتخاب میکنیم.
سوالات را اضافه کردنش شروع میکنیم. اضافه کردن یک سوال جدید. اگر در بانک سوالات اوجا تا هنوز ایج وقت بازش نکردیم داریم خارجی انتخاب میکنیم. اگر نه یک سوال جدید اضافه میکنیم. سوال جدید چند گزینه باشه میگه یعنی چهار جواب که داریم صحیح و غلط است بله نه خیر که داریم. جور کردنی یعنی یکی را با یکی دیگر ربط میده. سوال را میمونیم که بوک باز جوابش میمونیم که کتابچه قلم پنسل یا یک چیز دیگری ای را با یکش باید ربط بدن که این کدامش هست معنایش. سوال های که جواب کوتاه داره کوتاه کوتاه جواب میتن شورت انسر. سوال هست که جواب عددی می داشته باشه یا جواب باز می داشته باشه. شما این را ببینید خیلی سوال های متفاوت داره که عموماً استادان یا چهار جواب های سه غلط یا جواب کوتاه که خانه خالی میگیم می داشته باشه یا سوال تشریحی می داشته باشه. ما از هر کدام یکی یکی حالا انتخاب میکنم یک عملی کار میکنم و در همینجا ختم میکنیم یا آموزش. چند گزینه انتخاب میکنیم اضافه میکنیم یک سوال پرسان میکنیم. سوال چی باشه؟ نام سوال، سوال اول. متن سوال چی باشه؟ لطفا جواب درست را انتخاب نمایید. آره چند نمره داره ای؟ شما تعیین میکنید که همین سوال چند نمره داشته باشه. اگر دوباره از کدام چیزی نقل میتین که مرسل اگر برش سوال گنگ باشه برش تشریح کرده بتانه در اینجا نشته میکنین آید نمبر برش. اگر شما نتینم خودش میتونه که اوتومات خود سیستم آید نمبر میتن آید نمبر یک آید نمبر برش میگذارین عدد باشه که متفاوت باشه از سوالات که قبلا در کدام جای استفاده شده. این انتخاب میکنه که یک جوابش صحیح است یا چند جوابش. سوال چهار جواب است که دو سه جوابش صحیح میباشه. حالا میگم که فقط یک گزینه را میتوانند انتخاب کنند. یک سوالش درست است بس. نامگذاریش چه قسم باشه؟ A, B, C باشه؟ یک دو سه باشه؟ ارقام رومی باشه؟ ما A, B, C را انتخاب میکنم. گزینه اولش چی است؟ سوال رو در اینجا مطرح کردیم. سوال هم باید بگویم که سوال رو انتخاب میکنیم I, M یک خانه خالی میمانیم To school. ای سوال ای مت نموندیم پوینتر میم آلی میم دمو خانه خالی چی میه. جواب اول است Go. انتخاب میکنیم و اگر نمره میخواییم بتیم اگر درست است نمره بتین اگر نیست صفر پانین هیچ نمره نداره که درست نیست. جواب دوم گوینگ میمونه. اگر این درست است جوابش نمره 100% میمونه یعنی نمره مکمل همین سوال همین میگیره. اگر جواب سه کدام چیزی نشته میکنین دینگ وینت نشته میکنین مالت گذاشته هیچ نمره نتا یا هم سوال چهارم یک چیز دیگه نان هیچ کدامش درست نیست میگیم دیگه شا انتخاب نمی کنیم. چهار جوابش درست باشه سه است و ذخیره میگیم. سوال ما درست شد. حالا یک سوال دیگه اضافه میکنیم یک سوال جدید و این بار سوال صحیح و غلط میگیریم. ما از خاطر صحیح و غلط اینا رو کار میکنم که کم باید تشریح داده شما. آره سوال دیگه میگیریم که سوال دوم متن سوال چی باشه؟ امی I'm go to school دوباره میگیریم. میگیم که آیا امی جمله درست است یا غلط؟ آیا جمله درست است؟ اینجا کم بحث تکنیکی داره. ما جمله را موندیم که اشتباه است و جواب اشتباه باید درست باشه. معنی از ایرالی ما توضیح میتونم آیدیش هم ما 4, 5, 7 میمانم باز خود عمومی چیزی نمیمانم. جواب غلط درست است. جواب صحیح کدام است؟ جواب صحیح غلط است یعنی
وقت که محسن به اینکه غلط درست است، یعنی که اون وقت انتخاب کنه که این سوال درست است. در اینجا نشکل نکنیم درست یا صحیح و غلط که ما میمانیم صحیح و جواب غلطش انتخاب میکنیم که کدام جوابش غلط است. آن ذخیره تغییرات رو انتخاب میکنیم. سوال دوم ایجاد شد و بخش دیگهش سوال عمومی جواب باز وقت که میگیم جواب کوتاه هم اون قسم کار میکنه. جواب باز وقتی که انتخاب میکنیم یعنی یک سوال میکنیم و اصل تشریح میکنه و سوالایی که سیستم نمره دادن نمیتونه این سوالات تشریحی است که یا خود استاد بیاید نمره بدن. یه دیگه سوالات وقتی نمرش انتخاب کنیم نظر به اونمو سیستم خودش اتومات نمره میده. این انصراف میکنم و دو سوال میمانم و این ذخیره میکنم. ذخیره شده به شکل اتومات با فصل اول پس برمیگردم. ولی من هست معصیل میایم این سوالات رو میبینم که چی معنا میده. در مضمون میایم سوالات استاد مطرح کرده. این سوالات امی فعلا بروی معصیل بسته است. چی وقت باز میشه؟ فردا ساعت 9 بجه تا 9:59 دقیقه ادامه داشته باشه که در این وقت معصیل میتونه که بیای برای 20 دقیقه امتحان خدا بده و پارچهش از پیش سیستم پس بگیره. تمام کاری که در سیستم وزارت میکنیم با همین اندازه میباشه به خاطر که ما استفاده بکنیم. باز وقت که شما میخواین کنجکاو هستین ببینین که چه چیزهای نو است یا میخواین که زیادتر یاد بگیریم با یوتیوب مراجعه کنین با گوگل مراجعه بکنین. به خاطر اینکه سیستم باز است خیلی دست باز داره، خیلی زیاد ویدیو ها و آموزش ها همه چیز گذاشته شده. گوگل هم میریم. سیستمی که وزارت استفاده میکنه نامش مودل است. مودل و میخواین کدام چیز جدید دوباره جستجو بکنین. آموزش سیستم آموزش آنلاین مودل نشته میکنین. متن هایی که ضرورت است از اینجا به دست میارین یا هم از یوتیوب به دست آورده میتونین. آموزش برنامه آموزشی آنلاین مودل کلیک میکنیم. یک چند ویدیوش هم میبینیم و زبان های مختلف دنیا هست. هر زبان که شما راحت باشین میرین آموزش هایش تعقیب کرده نوآوری هایی کرده میتونید. ما یک ویدیوش هم میخواییم که باز کنم. خواهم برای این دوره آموزشی استفاده کنم. میام با استفاده از وامپ سرور و توی این انستال کردنش بود که چه قسم در سرور ها انستال بکنن. خب دوباره میریم توی قسمت کاربران، لیست کاربران. ما گزینه‌های به همین شکل به خیلی آسانی دست باز دارین. در گوشه دنیا رفته آموزشاش تعقیب کرده میتونین. این ویدیو خیلی طولانی شده در همینجا ختم میکنیم. امید است که خسته کن نبوده باشه براتون. تشکر.